بر شما 29 تیر ماه 1397 خورشیدی و 20 ژوئیه 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو سه موضوع می‌پردازیم. یکی نقش نیروگاه هسته‌ای بوشهر در کمبود برق در ایران. دوم پخش دادخواهی مادر یکی از زندانیان سیاسی سابق که دوباره گم شد و بعد معلوم شد که همین الان تو اوین زیر شکنجه است. و سوم موضوع دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه اعتباری تعاونی مالی سامن الحجج و صحبت این که وزیر خارجه احمدی نژاد دو تا از مجرای مشهور سیمای جمهوری اسلامی از حمایت شدگان این مؤسسه مالی کلاهبردار و فاسد بودند و هستند. البته حالا در طول برنامه میگم من نمیدونم چه تصفیه حسابی در کاری که فقط اسم اینا رو معرفی کردن اعلام کردن. حالا آخر برنامه هم پرده آخر خواهیم داشت. و اما تقدیمی این هفته به اهل منبر در ایران. به مال حرام و مفخوری خودشون و خانواده‌هاشون عادت کردن، تو عمرشون گرما نکشیدن، تو عمرشون سرما نکشیدن، تو عمرشون بیابی نکشیدن، تو عمرشون هیچ ناراحتی برای رسیدن به هیچ تفریحی نکشیدن. انقلاب کردیم که از جیب ما بخورن، آقایون بشن همه کاره، خانواده‌هاشون اغلب دارن خارج تحصیل میکنن. ما تا کی باید رعایت مصالح رو بکنیم؟ هی بشینیم هیئت بگیریم گریه کنیم سینه بزنیم؟ نمیخوام آقا، اصلا نمیدونی چخه نداره بخوره، نون نداره بخوره. طرف میگه 8 ماه حقوق نگرفته. مسئولین نظام جمهوری اسلامی چند تاتون 8 ماه حقوق نگرفتید؟ چرا حقوق شماها قطع نمیشه؟ قطعی برق بدون دستگاه های خنک کننده تو گرمای آخر تیر ماه ایران. کلیپو تقدیم میکنم به رئیس اداره برق شاهینشهر. این سودیه که امروز برای نونوایا داشته. میبینی که تمام نونا خراب، خمیرها خراب، مجبور شدیم به این حالت بپذیمشون و بریزیمشون نون خشکه. گیره گاوداریا بیاد. بدون اطلاع برق قطع میکنن از ساعت 11 ظهر برق قطع بود، الان هم ساعت 2:30. اینم خدمت رئیس اداره برق شاهینشهر. خیلی جاها دیدین حتما دیگه، خیلی جاها نونوایی رفتن خمیرای خراب شده رو ریختن دم اداره برق منطقه. بیش از 6000 مرغ تلف شد از قطع برق فقط در گناباد. قطعی مداوم برق در شهرستان گناباد موجب مشکلات بسیاری برای مردم این شهر در استان خراسان رضوی شده است. برای نمونه در این مرغداری صدها مرغ بر اثر قطعی برق و از کار افتادن دستگاه‌های خنک کننده تلف شدند و خسارات فراوانی به صاحبان مرغداری وارد شد. اقتصادی به ما ندادن، به شرکت تاونیمون زدن که احتمال رفتن برق هست. چون میدونید تو گناباد ما 20 سال مرغدارم هیچ موقع برق نرفته. بیشه ما اینجا مرغداری میکردیم هیچ موردی نداشتیم برق بره. یک اقتصادی بود که احتمال این که برق بره هست. ما رفتیم تاونیمون با جمعی از بچه ها و همه مرغدارا یک نامی امضا کردیم، درخواست امضا کردیم، بردیم شرکت برق. اینا بردن اونجا و خواهش کردن، تمنا کردن که آج آقا ما بیچاره میشیم، شما اگه این کار بکنید خواهشن یک لطف کنید برنامه بریزیم که برق فرصت یک هفته فرصت بدیم به یک شکل یا جایی قطع کنیم که در خونه ما رو که قطع کنیم بهتر از اینکه بالاخره موضوعی ها یک چیز حساسیه. هیچی ما
اون بنده خدا گفت ما سعی میکنیم این کارو بکنیم، با خود سعیشان چی شد؟ روز بعد قطعی برق همین قضیه اتفاق افتاد. شما اطلاع دادن که به ما اطلاع ندادن، به تعاونی مون یک اطلاع داده بودن که احتمالاً اطلاعی که دادن احتمالاً برق قطع میشه. تعاونی همون شیر منعکس کرد که احتمالاً ممکنه برق بره، اما چه ساعتی؟ ساعت 12 یک بعد از ظهر که ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. یعنی از دست ما بعد از یک ساعت این برق رفت. در اثر قطع برق بیش از 6000 قطع مرغ دو مرغداری گناباد تلف شد. مرغداران دیروز با آتش کشیدن مرغ‌های تلف شده در جلو اداره برق تجمع کردند. ببینید ضرری که قطع برق به صنایع و مواد اولیه زندگی مردم میزنه، یکی دو نمونه میگم ببینید در چه حده. مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز گفت باید توجه داشت که واحدهای صنعتی گاهی اوقات با مشقت بسیاری مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین می کنند تا چراغ کارخانه خود را روشن نگه دارند، و از این رو قطع برق به یک بار مواد اولیه در خط تولید را کاملا از بین می برد. هر بار قطع برق 380 تن شکر خام را نابود می کند. هر بار قطع برق و مقدار زیادی مواد اولیه و خام کارخانجات و صنایع مختلف وابسته به نیشکر از جمله خمیرمایه، الکل و چوب نیز ضایع می شوند. مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت طی این دو هفته به صورت مداوم روزی 6 ساعت با قطعی برق مواجه بوده ایم و در دو روز گذشته هم برق به صورت 24 ساعت قطع بوده است. تو بازار تهران بعض از این بهتر نیست. داداش برقای ما هم رفته، ببین اینجا نشستیم سر دل زوره، این کاسبی ماه، ساعت 2 بعد از زوره، نگاه کن داداش. ببینین این بیبرقی در واقع اختلال در تولید و توزیع برق دلیلش چیه؟ تا حالا حضراتی که اوضاع رو به اینجا رسوندن برای مردم چه کردن؟ مسئولان میگن همین حضرات میفرمایند دلیلش مصرف بالای برقه و این عرضه و تقاضا با هم نمیخونه. یک کمی مکس کنیم رو این موضوع. گیرم که درست میگین مصرف بالای برق، ولی یه شبکه به وجود نمیده. شما آمار مصرف سراسری رو داشتین، همون موقع که میدیدین برق داره مصرفش میره بالا به تناسب جمعیت و گسترش خانه سازی و غیره، همون موقع شما داشتین برق رو صادر میکردین. ببینین این، بله این نقشه مال سالنامه آماری سال 95 مرکز آمار ایرانه. 6688 میلیون کیلووات ساعت صادر می‌کردیم. بیشترینش به عراق بود که بالای 5000 مگاوات بود. قطع کردین با این بیبرقی که دارین. نخست وزیر عراق شاکی شده که چرا بی‌هوشدار برق رو قطع کردین، حالا ما چیکار کنیم؟ رفت با عربستان سعودی صحبت کرد و سعودی‌ها قرار گذاشتن که برق عراق رو به جای جمهوری اسلامی ایران تأمین کنن. بله. این قطع برق در کشورهای دیگه منظورم نیست. منظورم اینه که همون موقعی که برق عرضه و تقاضاش به قول شما با هم نمیخون، مردم زیاد مصرف میکردن، شما برشتین برق رو صادر کردین. دست کم 1/10 مصرف داخلی رو شما صادر کردین به کشورهای دیگه به ویژه عراق. این آدم بذاره به حساب بیمسئولیتی و بیلیاقتی شما که وقتی مملکت با کمبود برق روبروی 6 میلیون مگاوات ساعت برق میدین به کشورهای دیگه، یا آدم بذاره به حساب خوشخدمتی به کشورهایی که میخواین اونجا اسلام ناب محمدی رو پیاده کنه. حتما باید دادم بذاره به حساب هر دو. در هدف صدور انقلاب اسلامی شما به هر وسیله هیچ شکی نیست دیگه تجربه و تکرار نداره، بگم تجربه ثابت شده. بی‌لیاقتی را هم وقتی اضافه کنیم به این موضوع میشه این وضع که حتی الان هم که همه مسئولان میگن تقصیر مصرف بالای برقه،
خودشون ببینین برق رو چجوری هدر میدن. بزرگ راه برای مثال شیراز مرو دشت رو ببینین وسط روز. تمام نورافکن ها روشنه تو تمام این بزرگ راه. از این نمونه ها خودتون میدونین که فراوانه. تو برق شهری هم همینجوره. مشهد که چند تا فیلم و عکس که از دوستان فرستاده بود در مشهد مقدس و از این خرابتر. خب اینا یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه این است که برق چجوری تولید میشه و به شبکه سراسری میرسه. یک مختصری اجازه بدین که از نیروگاه هسته بوشهر براتون میگم تا قضیه مقدار روشن بشه. ببینید ساخت نیروگاه هسته بوشهر سال 1354 شروع شد، 3 سال قبل از انقلاب. نیروگاه هسته تولید برق که با آب سبک، یعنی آب معمولی کار میکنه. ظرفیت تعریف شده تولید 2 واحد این نیروگاه قرار شد 2 رآکتور 2 واحد ساخته بشه در نیروگاه بوشهر که قرارداد بسته شده بود. هر رآکتور 1200 مگاوات برق قرار بود تولید بکنه. همینجوری یادتون باشه که اشاره کردم مصرف امروز برق سراسری نزدیک به 60,000 مگاواته. حالا آمارهایی که جمهوری اسلامی میدارم ببینین، 30,000 مگاوات اعلام میکنه تا 58,000 مگاوات. یه اختلاف ناچیز 2 برابری تو آماراست. به هر حال کارشناسا میگن حدود 60,000 مگاوات، 60 مگاوات مصرف داره که قرار بوده است که 2 تا رآکتور بسازه در بوشهر، هر کدومش حد اکثر اسمی 1200 کیلووات مصرف برق تولید بکنه. حالا نیروگاه بوشهر رو که اول آلمانی‌ها شروع به ساختن کردن، قرار بود 10 ساله آماده بهره برداریش بکنن، یعنی تا سال 1364 تا انقلاب 57. ببینین توجه کنین، تا انقلاب 57 75% از واحد اول نیروگاه و بیش از 50% از واحد دوم ساخته شده بود، یعنی بیشترش. خب انقلاب به همش زد و بعدم جنگ و یه مقدار ویرانی‌های اون بخش‌های ساخته شده و اینا. سال 1373 قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر با روس‌ها امضا میشه، وسیله جمهوری اسلامی ایران که طبق قرارداد باید تا حداکثر 6 سال یعنی تا سال 1379 نیروگاه بوشهر رو آماده بهره برداری می‌کردن. 6 سال شد 3 برابر، یعنی 18 سال. 2 واحد هم شد فقط 1 واحد. سال 1390 اعلام شد که خب دیگه تموم شده. سال 91 اعلام شد 1 واحد نیروگاه بوشهر به بهره برداری رسیده است. سال 95 آقای چیچیان وزیر سابق نیرو هزینه ساخت نیروگاه بوشهر رو، همین یه رآکتور رو، 5 میلیارد دلار اعلام کرد. حالا کاری به آماری که منابع غیر دولتی میدن و میگن بیش از 10 میلیارد دلار جمهوری اسلامی 20 سال به روسا داده تا نیروگاه مثلا به بهره برداری برسه، بزنین کنار. اون 5 میلیارد خب 18 مرداد 90 یعنی وقتی اعلام شد نیروگاه بوشهر راه افتاده و بعد سال 91 گفتن به بهره برداری رسید، علیرضا ببخشید عسکر جلالیان نماینده مجلس گفت تا امروز حدود 3 برابر یک نیروگاه اتمی برای نیروگاه بوشهر هزینه کرده ایم و روند این هزینه کردن ها و پول دادن به روس ها همچنان ادامه دارد. طولانی شدن فرایند بهره برداری از نیروگاه موجب شده است که برخی قطعات آن که حالا دهه سوم عمر خود را هم گذراندن عملا مستهلک و از رده خارج شوند. تأخیر روسا در راه اندازی نیروگاه موجب شده تا امروز مجبور باشیم برای تعویض قطعات فرسوده‌ای که هیچ بازدهی تا امروز نداشتن مجددا هزینه کنیم، بریزیم دور دوباره بخریم ازشون. حالا همین هفته گذشته حضرات اعلام کردند 20 شهریور 97 آغاز ساخت 2 واحد جدید در نیروگاه اتمی بوشهر. برای 2 واحد جدید تو نیروگاه اتمی بوشهر قرارداد بستن با روس‌ها دوباره. مجری عملیات اجرایی ساخت این نیروگاه گفت بالغ بر 10 میلیارد دلار هزینه خواهد شد. 10 میلیارد دلار فعلا.
هرچند معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری هزینه ساخت نیروگاه را قریب 8.5 میلیارد دلار اعلام کرده است، اما خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از مقامات رسمی روسیه و شرکت سازنده این نیروگاه رقم هزینه ها را 10 میلیارد دلار اعلام کرد. ببخشید، در حال حاضر در ایران تولید کنندگان بخش خصوصی صنعت برق قریب 20 هزار میلیارد تومان طلب دولتی دارند و سندیکای توزیع کنندگان برق نیز رقمی در حدود 3 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که کماکان پرداخت نشده است. تجهیزات کشور در حوزه تولید نیروگاه‌های برق فرسوده و نیازمند تعویض و توسعه است. مدیر نیروگاه اتمی بوشهر میگوید، خوب توجه کنی خواهش میکنم، 2% برق مصرفی کشور را نیروگاه اتمی بوشهر تولید میکند. 2%. در صورت ساخت دو واحد جدید هم انتظار میرود که حجم تولید برق هسته‌ای در خوشبینانه ترین حالت به 4% برسد که با توجه به هزینه های آن و مقایسه آن با هزینه ریالی اصلاح شبکه های فعلی برق و پرداخت بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی، این مقدار منطقی به نظر نمی رسد. اگر 10 میلیارد دلار پرداختی به روزها برای ساخت دو نیروگاه جدید برق هسته ای صرف پرداخت بدهی های وزارت نیرو و اصلاح سیستم فرسوده فعلی شود، قطعا مشکل خاموشی ها خیلی سریع مرتفع خواهد شد. با توجه به اختلاف 1000 مگاواتی تولید بوشهر در بهترین حالت و مصرف 58000 مگاواتی سراسری. ببینین این یعنی چی؟ نیروگاه بوشهر حد اکثر همین الان حد اکثر داره 2% از تولید از مصرف برق سراسری رو تولید میکنه. اینقدر ایران و مردمش بدبختی کشیدن از دست جمهوری اسلامی که میخواست این پروژه رو حتما تموم کنه با روسا، 2% برق رو تأمین میکنه. یعنی باید 60 تا نیروگاه بوشهر ساخته بشه تا بتونه برق مملکت رو تأمین کنه. الان فقط در بهترین حالت میگم 2% باید. 2% برق ایران تا الان از کجا تأمین میشده؟ گزارش سیمای جمهوری اسلامی رو ببینین، 19 اردیبهشت 97 میگوید تولید برق یک نیروگاه گازی ایران بیش از نیروگاه هسته‌ای هست. 1300 مگاوات برق تولید میکنه یه نیروگاه حرارتی گازی. ببینید، نیروگاه شازند عراق یکی از نیروگاه‌های حرارتی تولید برق است. این نیروگاه با ظرفیت نصب شدن 1300 مگاوات برق با همت متخصصان داخلی برای کشور انرژی تولید می کند. در کشور ما تقریبا در هر 24 ساعت 30000 مگاوات برق مصرف میشه. برقی که 90% اون در 70 نیروگاه حرارتی تولید میشه. اینجا نیروگاه حرارتی شازند. نیروگاه شازند نیروگاهی است که 1300 مگاوات ظرفیت نصب شدهش هست. انرژی تولید شده در این نیروگاه میتونه 52 میلیون شعله از این لامپ ها رو روشن کنه. هر واحد 24 تا مشعل گاز داره تو 3 طبقه. مشعل کوره های این نیروگاه دوگانه سوزه. نزدیک به 5 سال هست که 98% سوخت نیروگاه گازه. و مسئله اصلی و حیاتی مدیریت مصرف آب. این برج های بلند برای بازگشت آب داغ به چرخه تولیده. از ارتفاع 130 متری این برج بلند جریان بادی حاصل میشه که این باد رادیاتورهای عظیم اطراف این برج رو که آب داغ توربین ها در اون جریان داره خنک میکنه و آب دوباره به چرخه تولید برمیگرده. خب ببینیم، فکر میکنم این گزارش همه حرف مربوط به بحث امشب ما رو زد. هم میزان تولید برق و که از نیروگاه هسته‌ای بیشتره توی نیروگاه گازی، هم سوخت گاز طبیعی توی این نیروگاه ها و هم میزان تأمین برق کشور تولیدش توسط این نیروگاه ها و به طور کلی اساسا از همین نیروگاه هست. حالا صدها رو هم بذارین در کنار اینا، نیروگاه هسته‌ای بوشهر در واقع یه در تولید برق و مصرف سراسری برق محلی از اعراب نداره. به کارگیری دوباره آب استفاده شده در نیروگاه هم باز امتیاز دیگر همین نیروگاه های گازیه که حتی اون آب هم تلف نمیشه. پس چرا دنبال نیروگاه هسته‌ای تولید برق
میرین و از هفته پیش دوباره داغش کردین. حضرات، هزینه ساخت نیروگاه گازی 1/10 هزینه اولیه نیروگاه هسته‌ای، مخصوصا ایران بزرگترین منابع گاز جهانو داره. 9 شهریور 89 چیچیان تعداد واحدهای نیروگاه گازی فعال در کشور را بیش از 400 واحد به ظرفیت 57000 مگاوات اعلام کرد و گفت ایران از نظر ظرفیت تولید برق رتبه 18 جهان را دارد. 57000 مگاوات توی نیروگاه‌های گازی تولید می‌کنین، میگین مصرف سراسری هم 58000 مگاواته. پس دردتون چیه که توزیع برق مختل شده و اعلام میکنین دو رآکتور هسته‌ای دیگه هم میخواییم به نیروگاه هسته‌ای بوشهر اضافه کنین؟ من برای که خلاصه بگم که هدف نظام مقدس از ساخت و گسترش نیروگاه هسته‌ای چیه، دو تا نقل قول میکنم. مصطفی تاجزاده وزیر کشور محمد خاتمی در 2 بهمن 85 میگوید اگر جهان با داشتن تأسیسات هسته‌ای ایران مخالف بود، بوشهر را کامل نمی‌کردند. به علاوه پیشنهاد اتحادیه اروپا این بود که چند نیروگاه هسته‌ای دیگر هم برای ایران بسازند، به شرط آنکه دولت ما چرخه سوخت یا غنی‌سازی اورانیوم را رها کند. خب چرخه سوخت منظور تهیه کیک زرد از معدن اورانیوم، تولید گاز UF6 هکسافلوراید برای تزریق تو سانتریفیوژا و غنی‌سازی اورانیوم. جمهوری اسلامی غنی‌سازی نطنز راه انداخت. چرا نمیخواستن جامعه جهانی، چرا نمیخواسته تا حالا که ایران چرخه سوخت داشته باشه؟ ته قضیه به این دلیلی که دارم عرض میکنم، غنی‌سازی نطنز رو راه انداخت جمهوری اسلامی با این توجیه که ما برای سوخت نیروگاه بوشهر به اورانیوم غنی شده با غلظت قانونی حداکثر 3.5% احتیاج داریم، حالا تا 5%. 3.5% سوخت نیروگاه اتمی آب سبک نیروگاه اتمی بوشهر. گفتن ما سوخت چرا بخریم و شما چرا میخواین به ما بفروشین، یا روسیه چرا بخریم، خودمون در نطنز تولید میکنیم. ظاهرا خیلی چیز دیگه ساده است استدلال، ولی این همه قضیه نیست. میتونه این اورانیوم تا بالای 90% غنی بشه و برای بمب اتمی استفاده بشه. بالای 90% هیچ توجیه دیگه ای نداره. مقدار خیلی ناچیزش تو آزمایشگاه ها میتونه استفاده بشه برای تا 20% برای موارد پزشکی، ولی 85% به بالا برای فقط بمب اتمی. این یه طرف. یه طرف دیگه ضایعات سوخت نیروگاه اتمی بوشهره. از سوخت نیروگاه آب سبک مثل بوشهر می شود پلوتونیوم تولید کرد، باز برای تولید بمب اتمی. یعنی یه راهش از طریق پلوتونیوم، یه راه دیگه از طریق اورانیوم غنی شده است که از هر دو راهش میتونه جمهوری اسلامی از تأسیسات غنی سازی اورانیوم بهش برسه برای تولید بمب اتمی. جناب آقای صالحی می‌فرمایند که هر سال باید 1/3 سوخت نیروگاه رو تعویض کنیم. سال 1/3 سوخت تعویض میشه. هر سال قریب به 2 ماه نیروگاه از کار یعنی خاموش میشه و دیگه تولید برق نمی‌کنه تا اینکه این سوخت گذاری‌ها انجام بشه، بازرسی‌های متعدد و بازبینی‌های متعدد انجام بگیره تا دوباره نیروگاه بیاد توی مدار. یعنی 10 ماه برق تولید می‌کنه، 2 ماه هم خاموش. حالا اون تولید برق سرتون رو بخوره واقعا، معلومه که شما برای چی میخواین این نیروگاه رو. سوختش عوض میشه. خب طبق قرار جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، ضایعات سوخت اتمی بوشهر رو روسها باید ببرن، که میبرن تا الان که سوء استفاده نتونه بکنه جمهوری اسلامی ازش. خب ولی آیا این قرار جمهوری اسلامی انصافاً با جامعه جهانی همیشگی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی که هر روز تنشی ایجاد میکنه، هممون میدونیم دیگه، و خود این کشورهای غربی و خود روسیه بهتر از ما میدونن
که پایبند به تعهدات جمهوری اسلامی نیست. وقتی که اورانیوم غنی شده در حد 85% 90% برای تولید بمب اتم به کار میره، وقتی سایت غنی سازی نتنز تنها مرکز غنی سازی مورد نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است و خدا عالم است و خامنه ای عالم است که چند مرکز غنی سازی مخفی در ایران هست، و وقتی همیشه دروغ گفته جمهوری اسلامی به همین آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای نمونه شرکت کالای الکتریک که جمهوری اسلامی میگفت ساعت تولید میکنه، معلوم شد غنی سازی اورانیوم میکنه در سانتریفیوژهای پیشرفته ای که اصلا از پاکستان وارد کرده بود. بعد اولی هینونون و بقیه بازرسان، اون موقع هینونون معاون آژانس بود، آژانس بین المللی انرژی اتمی، وقتی اومدن ایران کشفش کردن این به اصطلاح ساعت سازی رو، و صریح گفتن جمهوری اسلامی دروغ میگه. پس هدف از ساختن نیروگاه هسته‌ای برق و تلاش برای اینکه ما مثلا میخوایم با غنی سازی اورانیوم خودمون رو در مورد سوخت نیروگاه هسته‌ای برق بوشهر خودکفا کنیم، گرچه همین نیروگاه فقط 2% تولید برق مصرفی کشور رو میده با هزینه 10 برابر یه نیروگاه حرارتی، چه وحشتناک غارت میشه امروز آینده این مملکت و این مردم. خب و اما مادران نگران، بذاریم اول مختصری درباره حسین سلمانپور ظهیر زندانی سیاسی بگم. متولد 1/6/1342 تبریز، حسین سلمانپور ظهیر بود، حالا اشتباهی نوشته بودن فرهادپور. ببینین، حسین سلمانپور سال 1342 متولد میشه، سال 1360 18 سالشه که تو اون وحشت بازداشت‌های خیابونی و تلمبار کردن جوونا و نوجوونا تو سلولای اوین، حسین سلمانپور هم میفته اوین به اسم همکاری با مجاهدین خلق. اون موقع هر کی زندگی کرده باشه و تو همین سن تینیجری باشه و میدونه دختر و پسر که کافی بود تو اون شلوغی و تب انقلاب یه دختر بچه و یه پسر بچه 12-13-14 ساله یا حتی تو تظاهرات باشه بگیرنش، یا یه اعلامیه پخش کنه از یکی دیگه بگیره پخش کنه بگیرنش. تلمبار شدن این به اصطلاح دستگیر شده ها در سلولای اوین و بسیاری از بچه های هم نسل من میدونن. سال 63 حسین با عفو خمینی آزاد میشه، هست عفونامش هم هست. خانوادش نوشتند حسین پس از بیرون آمدن از زندان دست به هر کاری که خواست بزند نمیگذاشتند، به دلیل سابقه سیاسی حتی از داشتن یک جواز کسب عادی هم محروم بود. همه این سالها در تبریز در خانه مادریش زندگی میکرد، تا اینکه در خانه پدریش، تا اینکه صبح روز 22 خرداد 97 که جهت انجام کاری به بیرون رفته بود و قرار بود که تا ظهر به منزل مادرش مراجعه کند، به یک باره تلفنش، تلفن همراهش خاموش شد و دیگر خبری از او نبود. خانواده‌اش و به خصوص مادر پیر 80 ساله‌اش که قبلا هم به خاطر بازداشت شدن پسر کوچکترش فرهاد سلمانپور ظهیر و حمله ماموران اطلاعات به خانه‌شان دچار سکته قلبی شده بود، شدیداً مضطرب و نگران می‌شوند و به گمان اینکه شاید کسی او را روبوده و یا به قتل رسانده باشد، ابتدا به کلانتری 123 نیاوران در محل سکونت خود مراجعه می‌کنند و تشکیل پرونده می‌دهند. اما چون آخرین تماسی که حسین با خانواده داشت از حوالی ربات کریم بود، پرونده جستجوی مفقودی حسین به اداره آگاهی ربات کریم ارسال می شود. خانواده از سامانه بیمارستانه کشور اورژانس گرفته تا مراکز تصادف جاده‌ای رو استعلام می کنند. گفتم به کلانتری می رن، به آگاهی می رن. بعد اجازه می گیرن برن کهریزک و جاهای دیگر رو بگردن برای پیدا کردن جسدش. اقلن هیچ نشانه‌ای پیدا نمیشه
مدیر کل قضایی می نویسه به آگاهی که حسین سلمانپور ظهیر در هیچ کدام از همین پاراگراف آخر همین تصویری که دارین می بینین که حسین سلمانپور ظهیر در هیچ یک از زندانهای کل کشور موجود نمی باشد. خب بعد از 9 روز حسین سلمانپور خودش زنگ میزنه از بند 209 زندان اوین که مال وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امیده، میگه مادر من زنده‌ام هنوز، میگه به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق که 37 سال پیش به خاطرش بازداشت شده بودم، گرفته بودنم و 6 سال بهم حبس دادن و بعد از 3 سال مورد عفو قرار گرفتم و آزاد شدم. میگه پرونده‌ام هم دست شعبه 7 بازپرسی دادسرای ویژه امنیته. بعدم تلفن قطع میشه. پرونده تو دادسرای امنیته، بعد دستگاه قضایی مینویسه و امضا میکنه و مهر میزنه که ما اصلا خبر نداریم از این. زندانی رو شکنجه میدن و از این طریق میخوان مادرم شکنجه بدن، میگن گمش ما خبر نداریم. من حسین سلمانپور ظهیرینین آناسیم. من مادر زندانی سیاسی حسین سلمانپور ظهیر هستم، یه مادری که انگار رو پیشونیش نوشتن همیشه باید تو دل هوره و استراب باشه که الان بچهشو کجا دارن شکنجه میدن، بچهشو الان تو کدوم زندان و بازداشتگاه دارن میزنن. از 38 سال پیش که با دستگیری پسر بزرگترم حسین برای اولین بار این روزای تلخ شروع شد، حسین منو سال 60 بازداشت کردن و بردن. تمامی شبا و روزا تو استراب این بودم که الان زنگ میزنن که بیان جنازه پسرتونو ببرین. بعد از سالها که از زندان آزادش کردن اونقدر شکنجه شده بود که انو جای سیگارایی که تو گوشش خاموش کرده بودن مونده. سالا به حسین من اجازه ندادن به خاطر اون سابقه سیاسیش کارو کسب داشته باشه، درسم که نذاشتن بخونه، گفتن صلاحیت نداره، اونو حتی از داشتن یه جواز کسب ساده هم محرومش کردن. اون با این گرفتاری خودشو تا به اینجا رسونده بود. بعد از پسرم حسین نوبت به پسر کوچیکترم فرهاد رسید که به خاطر حمایتش از اعتراضات سال 88 ریختن خونمون، اونو بازداشتش کردن، بردنش و به ما از سرنوشت فرهاد هیچی نمیگفتن. بعد از 1.5 سال که به ما ملاقات دادن رفتم دیدم کلی شکنجش کرده بودن. بالاخره فرهادمو بعد 7 سال زندان سال 95 آزادش کردن، اما تو همین 1.5 سال گذشته بازم دوبار فرهادو بازداشت کردن. تو بازداشت آخرش اونقدر شکنجش دادن که دیسک کمر رو آسما برده، باید کمرش جراحی شه. تازه 18 سالم بهش حبس دادن فقط به خاطر اینکه توی برنامه تلویزیونی گفته فلان آخون دزدی کرده. حالا هم بعد از فرهاد دوباره نوبت به حسین رسیده. 22 خرداد امسال که بیرون رفته بود مامورای اطلاعات حسین رو دزدیدن، بردنش. به من پیرزن مریض 80 سالی خبرم ندادن که پسرتو ما بازداشت کردیم. من با این قلب مریضم تمامی بیمارستانها، کلانتری ها، آگاهی ها رفتم، دنبال پسرم گشتم. حتی کارم به جایی رسید که دنبال پسر گم شدم به مرکز نگهداری اجساد تو پزشکی قانونی رفتم، جسدا رو نگاه میکردم شاید بتونم پسرم رو پیدا کنم. از پسرم خبری نداشتم،
هر روز از قصدش میمردم و زنده میشدم تا اینکه بعد از 9 روز زنگ زد. اول من صدای پسرمو نشناختم، از بس که اونو شکنجه کرده بودن صداش گرفته بود. یه مادر اگه بعد 20 سالم صدای بچهشو بشنوه اونو میشناسه. ببینید این نااهلا با پسر من تو 9 روز چیکار کرده بودن که من صداشم نشناختم. پسرم پشت تلفن گفت مامان نترس، من هیچ کاری نکردم. اما اینا میگن من با یه سازمانی که مخالف رژیم ایران همکاری داشتم، الان تو سلول انفرادی زندان اوین هستم. اینو گفت من حالم بد شد، نفهمیدم دیگه بعدش چی شد. اما از اون روز من هرچی میرم دنبال پسرم بهم میگن ما همچین زندانی اینجا نداریم. آخه خدا رو خوش میاد که میان بچه های منو تو خیابون میدزدین میبرین، یه خبرم به من نمیدین. یه من پیرزن 80 ساله با این قلب مریض باید را بیفتم برم بین جنازه‌های پزشک قانونی دنبال بچه هم بگردم. اینا به من اونقدر ظلم کردن که من تو سن 80 سالگی در اعتراض به این ظلما و در حمایت از زن ها و دخترای جوان کشورم حجابم رو هم کنار گذاشتم. آخه خدا رو خوش میاد که با من این کارا رو میکنید. من مریضم. ملت ایران، ای مردم ایران، من از شما کمک میخوام که صدای من و پسرم باشین. من دیگه طاقت ندارم. ای ملت، ای انسانلار، ای ایران اهلی، سنت بردم الله بیزه چون مرد بگیرید. Göy mənim balalarım, iki balalarım, neyliyim mənim nənəsinə bu şikəncələr belə sabit elətdi, mənə neyliyirlər, mənə nə zülm ilə belə, 2 yıl mən mimaristanda yatmışam, 1 yıl. پرونده مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج این روزا خیلی داغ شده. مؤسسه ای که با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکرده، داغ شدن پرونده دلیلش ظاهرا بیش از اون که 13,000 میلیارد تومان 13,000 میلیارد تومان دزدی مال مردم باشه، اسم آدمایی است که تو راندخاری و فساد این مؤسسه اعلام شده نقش داشتن. گاه آدم فکر میکنه، من تو مقدمه عرض کردم، تو دستبندی ها و باندبازی های درون خودشون اینا میان 2-3 تا اسمو مطرح میکنن تا تو این شلوغی اصل ماجرا گم بشه. یا چه میدونم دارن تصفیه حساب میکنن با چند نفر. اصل ماجرا 13,000 میلیارد تومنه. این پرونده 3 تا متهم داره. ابوالفضل میرعلی متهم ردیف 1، ربابه ابراهیمی زن ابوالفضل میرعلی متهم ردیف 2 به عنوان عضو هیئت مدیره و از امضا کننده های اصلی فعالیت های این تعاونی، و مهدی رمضانیان متهم ردیف 3 که مفقود الاثره. میرعلی که بازداشت و زنش هم تو جلسات دادگاه هست، ولی اون یکی سومیه آقای مهدی رمضانیان اصلا نیست. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه 6 دادگاه، تا الان 9 جلسه برگزار شده، طبق اقرار خود میرعلی در جلسه 6 دادگاه اون مدرک دیپلم دارد، دیپلم متوسطه، و وکیل ایشان میرعلی را به عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده
اینگونه نتیجه گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه باشد صلاحیت بانکداری هم دارد. ربطش نمیدونم، شاید این باغداری و بانکداری دوتاشون با دارن. به جز سابقه تحصیلی میرعلی که عرض کردم دیپلم متوسط هست، سوابق مالی او هم چندان روشن نبوده، به طوری که قبل از اینکه وارد مؤسسه سامن الحجت شود 119 فقره چک برگشتی داشته است، همون موقعی که گوسفند میچرونده. میرعلی دامدار قبل از اینکه سامن الحجج رو تأسیس کنه کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده. اونجا چی کار میکرده؟ چجوری رفته شده کارمند دادگستری تو دادگاه ویژه روحانیت با مدرک دیپلم گوسفندچرونی؟ سید ابوالفضل میرعلی داماد نماینده رهبر معظم انقلاب در سبزوار است. برادر زنشم که حجت الاسلام صادق ابراهیمی امام جمعه موقت سبزوار باشن، بیش از 8 سال دادستان ویژه روحانیت 4 استان غربی کشور بوده و همکنون معاون دادستان ویژه روحانیت تهران است. یعنی چی؟ یعنی زن میرعلی ربابه ابراهیمی دختر نماینده رهبر معظم در سبزواره و خود میرعلی داماد نماینده رهبر معظم در سبزوار. سال 80 6 میلیون تومان میذارن که نمیدونم از کجا میارن، تعاونی سامن الحجج رو در سبزوار تأسیس میکنن زیر عبای بابا و پدرزن. سهامدار محلی میگیرن، قرار بوده که طبق قراردادشون قرار بوده که فقط به سهامدارا تو خود سبزوار وام و تسهیلات بدن، مثلا صندوق قرض الحسن ها. از سال 86 که فعالیت میکنن، در چه میدونم میخواستم اگر 4 سالی دیدم 86 تا 88 میشه 2 سال، در 2 سال 450 شعبه در سراسر کشور تأسیس میکنن. تا سال 94 که اعلام ورشکستگی میکنن، مثل همه این مؤسسات که پول مردم رو ورشتن و بعد گفتن ورشکستن و خدافظ شما، آقای سیف هم نشسته اونجا میگه آروم باشین ما حل میکنیم قضیه رو. تا سال 94 که سامن الحجج اعلام ورشکستگی میکنه، میگن 489 شعبه در سراسر کشور داشته و داره. چند تا سهامدار داره؟ یعنی چند تا آدم رو بدبخت کرده؟ 2 میلیون نفر رو. 6 میلیون تومانی که اول میذارن برای تأسیس تعاونی سامن الحجج میشه حدود 13 هزار میلیارد تومان. آقا جان یه مقایسه یا آخه یه انصافی، 6 میلیون تومان کجا، 13 هزار میلیارد تومان کجا؟ تو 10 سال عملی، 14 سال اسمی. از ابوالفضل میرعلی نمیتونه که آدم اینجوری باشه، یه نفر که حالا هر چقدر باهوش باشه، از گوسفندچرونی شده باشه فلان، هر چقدر باهوش، از ابوالفضل میرعلی هم علم الهدا نماینده رهبر معظم در مشهد مقدس حمایت کرده، هم منتظری دادستان کل کشور، هم فرمانده های سپاه و نیروی انتظامی، خب منافع هم داشتن البته. یکی از وزرای سابق دولت دهم یعنی منوچهر متکی که سمت مشاور امور بین الملل در مؤسسه سامن الحجج برای او ثبت شده، مبلغ 124 میلیارد تومان تسهیلات از سامن الحجج دریافت کرده. صادق حسینی یکی از مسئولین بانک مرکزی گفت از آقای متکی خواستند چندین میلیارد پولی را که در حسابهایش از سامن الحجج واریز شده برگرداند. آقای متکی جواب داد این پولها شخصی است. 124 میلیارد تومان منوچهر متکی. دفتر آقای متکی دریافت وام چند میلیارد تومانی از مؤسسه سامن الحجج را تکذیب کرد. در اطلاعیه دفتر متکی آمده است در صورت اثبات وجود چنین ادعای قوه قضاییه و نهادهای دولتی می توانند نسبت به مصادره آن اقدام کنند. خیلی متشکرم.
رد پای سلبریتی ها در تخلفات سامن الحجج. من دارم گزارش روزنامه شرق براتون میخونم. در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92 مؤسسه سامن الحجج دو مبلغ 180 میلیون تومانی و 400 میلیون تومانی را به حساب میم مهران مدیری مجری یک برنامه تلویزیونی واریز میکند و عنوانی که روبروی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده یک کلمه است: هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای مهران مدیری به عنوان هدیه دریافت کرده در مقابل تسهیلات دریافتی او از سامن الحجج تقریبا ناچیز است. میم مهران مدیری از مؤسسه سامن الحجج یک وام 2,900,000,000 تومانی دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده است. امیدوارم یه خود پولدار بشه، بقیه یه وام رو برگردونه، این سر و صدا هم بخوابه، ولی به اونا برنگردونه، بده به مردم، اونا که میخورن یه آبم به روش، به قول اسپانیا. سامن الحجج، ادامه گزارش شرق. سامن الحجج به حساب مجری معروف دیگر سیمای جمهوری اسلامی الف عین احسان علی خانی هم 3,000,000,000 تومان به اسم هزینه تبلیغات واریز کرده است. احسان علی خانی جواب داده تو کانال تلگرامش و نوشته است که اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیر مجازی از الف عین همون احسان علی خانی است که باید بگویم اشتباه گرفتید، آن دزد اموال بیت المال و مردم من نیستم. و در ادامه توضیح داده که هزینه های اکثر برنامه و سریال های پربیننده در تلویزیون به عهده اسپانسر هاست، حامیان مالی، و او با، یعنی احسان علی خانی، با نظارت صدا و سیما و به عنوان تهیه کننده به یک مؤسسه قانونی معرفی شده بود. منظور همون مؤسسه، همون یارو دیگه که الان 13 میلیارد، سامن الحجج که الان 13,000,000,000 تومان بدهکار به مردم. بله، بنده یعنی احسان علی خانی با نظارت صدا و سیما و به عنوان تهیه کننده به یک مؤسسه قانونی معرفی شده بوده ام و بابت 6 عنوان برنامه از این مؤسسه مبلغ مذکور را دریافت کردم. یعنی چی؟ یعنی 3,000,000,000 تومان. گفتم امیدوارم که واقعا تصفیه حساب باشه و نمیدونم هنرمندا، به ویژه مهران مدیری که خیلی ها میخوان نفسش بند بیاد ولی در هنرش شکی نیست. آدم یه موقعی نفهمه که در فساد حکومت آدم خوار جمهوری اسلامی و بدبخت کننده این مملکت نقش داره، دست داره. به هر حال باید بیان این هنرمندا بیان صحبت کنن با مردم، بیان بگن، میدونن مردم داستانو، بیان صحبت کنیم، بیان حقیقت رو بگیم. اشتباه کردیم بگین اشتباه کردیم، کارمون درست کن. و لااقل اینجوری اگر تصفیه حسابی هم در کاره، جلو تصفیه حساب گرفته میشه و همیشه روشن میشه. منظورم تصفیه حساب سیاسی. باری یه راندخار درجه یک این وسط مفقود نشود که از همه مهمتر، سردار حمید صدر و سادات، رئیس سابق وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اسمش تو گزارش پرونده ه ساد نوشته شده، حمید صدر و سادات. سامن الحجج حقوق ماهانه 5,100,000 تومانی میریخته به حساب سردار حمید صدر و سادات تا تاریخ 9/9/94 به عنوان مشاور سامن الحجج. پسر سردار هم حقوق میگرفت از سامن الحجج، اونم به اسم مشاور مالی. توجه بفرمایید، 100 میلیارد تومان به حساب فردی
واریز شده و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق 30 سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک جا اکنون پرداخت شده است. این فرد 100 میلیارد تومان ریخته به حسابش میرعلی اسامن الحجج، ریخته به حساب کی؟ پسر سردار حمید صدر سادات. با این پول چیکار کرده این گل پسر؟ بزنید از فیسبوک سربازان غایب براتون بخونم یه دو سه جمله. فرزند سردار حمید صدر سادات رئیس نظام وظیفه بدون گذراندن خدمت مقدس سربازی، باباش حالا رئیس نظام وظیفه است، بدون گذراندن خدمت مقدس سربازی به کانادا رفته است، در حالی که سردار حمید صدر سادات در مصاحبه سربازی را خدمت مقدس ملی برای بازسازی شخصیت غیر میداند، پسر وی مجیب صدر سادات بدون گذراندن خدمت سربازی اجباری در تورنتو کانادا زندگی میکند. ما فکر کنم وقتمون داره تموم میشه. چقدر وقت داریم؟ 20 ثانیه وقت داریم. من فقط بگم که همسر ایشونم کار میکرده در همینجا به عنوان کار میکرده چه عرض کنم حدود 1.18 میلیارد تومان تحصیلات این مؤسسه گرفته. دخترش هم همینجور به عنوان کارمند توی این مؤسسه استخدام شده، بیش از 2 میلیارد تومان بابت تحصیلات به اینجا بدهکاره. بعد من ملک 200 متری رو تو یزد به اصطلاح میفروشن به همین سامان الحجاج، همین مادر و دختر سردار به قیمت 50 میلیارد تومان. یه لحظه وقتی هم نداریم، بریم پرده آخر. جواد داشتن میرفتن، یه جوانی گفت آقا به خدا من خیلی فقیرم، ندارم فرصت هم ندارم طلب. حضرت داشتن کنار یه باغ زیتون رد میشدن، فهمودن چقدر میخوای گفت آقا هرچی بیشتر. حضرت دستشون همینجوری به درخت میزدن، برگای درخت زیتون طلا و نقره میشید میریخت تو دامن این شخص. برگای درخت با یه اشاره حضرت همه نقره و طلا میشد، انقدر ریخت که آقا بس دیگه زیادم هست. شب و روزگار خوش.